بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و درود بر شما بینندگان گرامی. من عمار حسینی با اخبار شبانگاهی از استودیوی خبر شبکه جهانی امام حسین علیه السلام در شهر مقدس کربلا در خدمت شما بینندگان محترم هستم. بپردازیم به سرخط خبرها. کشف یک کتیبه سنگی در عربستان که توسط صحابی مشهور پیامبر اسلام حکاکی شده است. سازمان دیدبان حقوق شیعه برخورد منفی با حسینیه ها در ماه محرم در برخی کشورهای عربی را محکوم کرد. و اقدامات اقلیمی ایثارگرانه، ترکیبی از اسلام و محیط زیست در اندونزی. نتایج یک مطالعه جدید نشان می‌دهد کتیبه‌ای که به زبان عربی باستانی بر روی تخت سنگی در نزدیکی یک مسجد متروک در عربستان سعودی حک شده است، احتمالاً به یکی از اصحاب شهید پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله تعلق دارد. با هم به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. اگرچه تا کنون کتیبه های بسیاری از دوران اولیه اسلام به دست آمده، با این حال مؤلفان آنها به جز در یک مورد معلوم نشده است. باستانشناسان می گویند کتیبه یافت شده که در اوایل قرن هفتم و قبل از تسلط اسلام بر شبه جزیره عربستان بر روی صخره حکاکی شده است و به همین خاطر شاهد مهمی از حجاز پیش از اسلام و پیشینه مذهبی مردم این سرزمین محسوب می شود. بنابر اعتقاد کارشناسان و با توجه به شواهد موجود، این کتیبه توسط حنظلت ابن ابی عامر مشهور به غسیل الملائکه از یکی از صحابی شهید پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به نگارش در آمده است. یک خوشنویس ترک برای اولین بار در سال 2021 در حال بازدید از مسجدی قدیمی در شهر طائف که گمان می رود توسط امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام ساخته شده باشد، متوجه دو کتیبه بر روی تخت سنگی برجسته در ارتفاع تقریبا 100 متری شد. پس از بررسی کارشناسان معلوم شد کتیبه ها به خط پالئو عربی یا عربی باستان نوشته شدند. این خط مرحله آخر الفبای عربی پیش از اسلام محسوب می شود. نویسنده کتیبه بالایی خود را حنظلت ابن ابی عامر معرفی کرده و نوشته است: به نام تو ای پروردگار ما، من حنظله ابن ابی عامر هستم، از تو می خواهم که نسبت به خدا تقوا پیشه کنی. نویسنده کتیبه پایینی نیز خود را عبدالعزا ابن سفیان معرفی کرده و نوشته است: به نام توی پروردگار ما، من عبدالعزا پسر سفیان هستم و تو را به تقوای خدا سفارش می کنم. محققان تواریخ سنتی مسلمانان سوابق نسب شناسی اعراب را مطالعه کردند و دریافتند که ترکیب این نام ها بسیار نادر است. آنان می گویند تنها یک نفر به نام حنظله که پدرش ابی عامر نام داشت به چنین اسمی می خورده است. این شخص به قبیله اوس مستقر در یثرب تعلق داشته و در تاریخ اسلام به عنوان یکی از صحابی های حضرت محمد برجسته است. مطابق روایات موجود در تاریخ اسلام، حنظله در میان افرادی بود که به پیامبر اسلام ایمان آورد. او بیش از همه به خاطر روایتی که از روزهای آخر زندگیش نقل شده است شهرت دارد. مطابق این روایت او از پیامبر اکرم خواسته بود تا شب پیش از جنگ احد که مصادف با شب عروسیش بود نزد همسرش بماند و به همین خاطر صبح روز بعد به سپاه اسلام پیوست. حنظله در جریان این جنگ به شهادت رسید و از پیامبر اکرم نقل شده است که فرشتگان او را غسل می‌دهند. به همین جهت در تواریخ اسلامی از وی به نام غسیل الملائکه یاد می‌شود. استفاده از خط عربی باستان قدمت این کتیبه ها را به اواخر قرن ششم
یا اوایل قرن هفتم میلادی باز می‌گرداند. این مقطع با زمان شهادت حنظله صحابی پیامبر اکرم در جنگ احد در سال 625 میلادی مطابقت دارد. نام شخص دوم عبدالعزا به بت عزا اشاره دارد و بیشتر از این ایده حمایت می کند که کتیبه ها توسط افرادی نوشته شدند که از پیروان اسلام نبودند. این مشاهدات محققان را به این نتیجه رسانده که به احتمال زیاد حنظله همان کسی است که با پیامبر اکرم مرتبط است و او این کلمات را هنگام سفر به طائف احتمالاً با شخصی به نام عبدالعزا قبل از پذیرش اسلام روی صخره حکاکی کرده است. جیمز مونتگومری، استاد مطالعات عربی و خاورمیانه در دانشگاه کمبریج میگوید هرچند این تشخیص به احتمال زیاد دقیق است، با این حال برای انتساب آن به همان حنظله تواریخ اسلامی باید منتظر شواهد بیشتر ماند. دکتر سید محمد نقوی، تاریخ پژوه و کارشناس مسائل پاکستان، از کراچی پیرامون این گزارش با ما همراه هستند. آقای دکتر نقوی، سلام و عرض ادب، وقت شما بخیر. سلام و عرض ادب عرض میکنم، وقت شما بخیر. آقای دکتر، در رابطه با کتیبه کشف شده اگر توضیحاتی برای بینندگان عزیز لازم می‌دانید بیان بفرمایید و تا چه حد این کتیبه قابل اعتماد و استناد است بفرمایید. عرض کنم که خب توضیحات کافی تو گزارش داده شده بود، من فقط یک توضیحات تکمیلی عرض بکنم خدمتتون. ببینید، ما از لحاظ اینکه ما از صدر اسلام منابع تاریخی در حقیقت منابع دست اول از صدر اسلام تقریبا ما نداریم. تمام منابع تاریخی مکتوب ما که منابع کلاسیک باشه از قرن دو، یعنی زمان حکومت عباسی به بعد، ما از سده اول هجری تقریبا هیچ منابع دست اولی نداریم. به خاطر همین کتیبه های اینطوری که به هر حال منابع دست اول حساب میشه، چون اون منطقه رفت و آمد مسلمانان بود و در اون زمان مردم مراجعه میکردن، حج میرفتن، سفر میرفتن و خب کتیبه هایی از خودشون بر جای گذاشتن که خب نمونه هاشو تو گزارش هم ما دیدیم. این کتیبه ها به هر حال منابع خیلی مهمی هستن از لحاظ تاریخی که ما رو به تاریخ صدر اسلام و عصر پیامبر نزدیک میکنن. مخصوصا این کتیبه خیلی کتیبه جالبی است از لحاظ محتوا و خط. همونطوری که گفته شد خط پالئو عربیک بهش میگن، یعنی خط عربی ابتدایی که این خط که بعدها بهش خط کوفی گفته شد، اون خط تازه داره شکل میگیره و این کتیبه تقریبا مال زمان، حالا طبق اون پژوهشی که آقای احمد الجلاد انجام داده، ایشون معتقد این خط قبل از تشکیل حکومت پیامبر در مدینه هست. و خب مثلا کتیبه شروع میشه با بسمک ربنا یک عبارتی هست که خب بعد از اسلام کتیبه همه بسم الله داره یا عبارات اینطوری داره، ولی این کتیبه خود همین عبارت بسمک ربنا نشون میده که این شخصی که این کتیبه رو نوشته حداقل در اون زمانی که کتیبه رو نگارش کرده مسلمان نبوده، حالا نزدیک به اعتقادات مسیحی تو هست یا مثلا اعتقادات حنفا که رایج بود در اون منطقه به اون عقاید نزدیک بوده. خب این خودشون میده که کتیبه مال یک عصری هست یک مقداری قبل از قبل از تشکیل حکومت پیامبر و رایج شدن عبارات اسلامی در جامعه عربی. و خب حالا این کتیبه علاوه بر این خب کتیبه های بسیار زیادی دیگری هم در این منطقه، حالا اینکه در طائف هست نزدیک مسجدی که حالا منصوب به حضرت امیر هست، و خب کتیبه‌های بسیار زیادی در این منطقه کشف شده از خود مدینه، خود اطراف مکه و تا مثلا اردن و اون طرفا کتیبه‌های بسیار زیادی هست. خب بعضیش از اهمیت بالایی برخوردار است و بله، خب مطالعات زیادی میخواد از لحاظ این که خب کتیبه شناسی داخل در باستان شناسی میشه و خب در بله ممنونم. با
با تشکر از دکتر سید محمد نقوی، تاریخ پژوه و کارشناس مسائل پاکستان از کراچی که پیرامون این گزارش دعوت ما را پذیرفتند. بینندگان گرامی، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. رئیس سازمان رسانه و ارتباطات عراق از تشکیل یک اتاق عملیات میدانی در شهر کربلا با هدف اطمینان از ارائه خدمات ارتباطی با کیفیت و مطمئن در ایام عاشورا خبر داد. علی المعید، رئیس سازمان رسانه‌ها و ارتباطات عراق، تصریح کرد این سازمان با همکاری شرکت‌های تلفن همراه فعال در این کشور به منظور اجرای یک طرح جامع برای بهبود زیرساخت‌های ارتباطی در کربلا تلاش می‌کند و به دنبال آن است تا اطمینان حاصل کند عملکرد شبکه‌های تلفن همراه به شکلی روان جریان داشته باشد. علی المعید عنوان کرد این طرح میدانی شامل گسترش حوزه پوشش شبکه و افزایش ظرفیت شبکه‌های تلفن همراه و نصب دکل‌های ارتباطی اضافی در مناطقی خواهد بود که تراکم زائران در آنجا بسیار بالا است. دبیرخانه آستان مقدس علوی در استان نجف اشرف از تکمیل و اتمام مقدمات ویژه شب دهم ماه محرم الحرام خبر داد. حیدر العیساوی، معاون رئیس بخش امور خدماتی عتبه‌ای علوی، اعلام کرد این بخش طرح خدماتی یک پارچه ای را در دهه اول ماه محرم الحرام برای پشتیبانی از عزاداران آماده کرده است. العیساوی خاطر نشان کرد این طرح شامل پهن کردن فرش‌های قرمز به مساحت 25000 متر مربع، تامین آب آشامیدنی و مواد شوینده، تجهیز موکب‌های عزاداری به سیستم‌های خنک کننده، ظروف، کیسه‌های زباله و دیگر موارد مورد نیاز است. رئیس ستاد ارتش عراق اقدامات امنیتی اتخاذ شده توسط استانداری کربلای معلا برای استقبال از زیارت در روز عاشورا را بررسی کرد. عبدالامیر یارالله، رئیس ستاد ارتش عراق، در رأس یک هیئت امنیتی در راستای اطلاع از اقدامات امنیتی ویژه زیارت در روز عاشورا وارد استان کربلای معلا شد. یارالله با نصیف جاسم الخطابی، استاندار کربلای معلا، سائر التایی، رئیس کمیته امنیتی در شورای استانداری، فرمانده عملیات کربلا، فرمانده پلیس کربلا و ناظر کل لشکر رزمی العباس علیه السلام دیدار کرد. بنابر بیانیه دفتر اطلاع رسانی استانداری کربلا، در این دیدار تدابیر و آمادگی های امنیتی استانداری برای استقبال از زیارت در روز عاشورا بررسی شد. روزنامه رسمی کشمیری ریسینگ کشمیر پاکستان تودی روز گذشته در گزارشی نوشت با برافراشتن پرچم مقدس امام حسین علیه السلام در یکی از بزرگترین قله‌های کوه در شبه قاره هند، دستاورد تاریخی برای مسلمانان این قاره دست آمده است. این دستاورد حاصل تلاش مربی معروف اسکی سید شمس الدین امبا و همکارش یوسف شیلیکشی پس از یک سفر دو روزه سخت برای رسیدن به قله کوه تاپ توفینا در شهر کارگیل که بیش از 17500 فوت ارتفاع دارد بود. این مربی اسکی هدف از کارش را انتشار پیام کربلا در بین مردم دانست. دولت بلوچستان امنیت ماه محرم را افزایش داده و خدمات تلفن همراه را متوقف می کند. میرزیا الله لنگاو، وزیر دولت پاکستان، می گوید که 8000 پرسنل امنیتی در روز عاشورا در کویت مستقر خواهند شد. با آغاز ماه محرم، دولت بلوچستان شاهد برگزاری موکب‌ها و مجالس در سراسر کشور بود که با حضور علمای دینی در اجتماعات بزرگ تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد.
سازمان دیدبان حقوق شیعه شیرایتس واچ با ابراز تأسف عمیق از برخورد منفی با حسینی‌ها و مراکز عزاداری در ماه محرم در برخی کشورهای عربی خواهان خردورزی زمامداران کشورها در برخورد با حسینی‌ها شد. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه، این سازمان در بیانیه‌ای گفته است تصمیمات نسنجیده‌ای از سوی برخی از زمامداران کشورهای عربی به بهانه ساماندهی فعالیت حسینی‌ها و مراکز عزاداری در ایام ماه محرم صورت گرفته است، بدون توجه به این حقیقت که این مناسک ریشه در متن دین داشته و قرنها در آن کشورها از نسلهای گذشته به ارث رسیده است. این سازمان در ادامه در بیانیه خود نوشته است برای جلوگیری از سوء استفاده افرادی که به دنبال ایجاد درگیری‌های فرقه‌ای در این کشورها هستند و به منظور جلوگیری برای از دست دادن فرصت‌ها، خردورزی و اندیشیدن تدابیر لازم از سوی مقام‌های حکومتی این کشورها و گشودن فضای مناسب برای همه شهروندان و پیروان همه آیین‌ها و ادیان و مذاهب امری ضروری است. سازمان دیدبان حقوق شیعیان تأکید کرد که این مجموعه در مقام‌های کشورهای یاد شده خرد و توانایی لازم را برای یک پارچگی صفوف و برخورد میهن دوستانه و انسانی با همه شهروندان خود بدون تبعیض یا طرفداری از یک حزب یا یک جریان خاص را می‌بیند. و ما خبر پایانی امشب، اندونزی کشوری در آسیای جنوبی با بیشترین جمعیت مسلمان جهان به جهان نشان داده است که چگونه دین می تواند محرک قدرتمندی در جنبش محافظت از کره زمین در برابر بحران آب و هوا باشد. به گزارشی که همکارم در این زمینه تهیه نموده توجه فرمایید. اندونزی به شدت مستعد تأثیرات تغییرات آب و هوایی است و با طیف وسیعی از چالش‌ها از جمله سیل و خشکسالی و همچنین تغییرات دراز مدت مانند بالا آمدن سطح دریاها، الگوهای تغییر بارش و افزایش دما مواجه است. این کشور به ویژه در فصل بارندگی مستعد رانش زمین و سیل است. در 12 می دست کم 37 نفر پس از ساعتها باران شدید و سیل در جزیره سوماترا در غرب اندونزی جان خود را از دست دادند. میگویند ایمان میتواند حتی کوههای سهمگین را جابجا کند. در اندونزی مؤمنان مسلمان آسمان و زمین را به حرکت در میآورند تا از بحرانهای شکننده محیط زیستی این سیاره محافظت کنند. مسلمانان اندونزی از آموزه‌های دینی و قرآن درس می‌گیرند تا آنچه را جهاد زیست محیطی نامیده‌اند به نتیجه برسانند. این کشور آسیایی جنوب شرقی 13% از جمعیت مسلمان جهان را در خود جای داده است که پر جمعیت ترین کشور مسلمان جهان است. در طول سالها این کشور با بلایای طبیعی شدیدی مواجه بوده که ناشی از بلایای فزاینده طبیعت و بحران اقلیمی است که جهان را ویران کرده است. در این شرایط فعالان و دوستداران محیط زیست از جمله ائمه جماعت وظیفه حفاظت از طبیعت را وظیفه خود دانسته و در این مسیر قدم گذاشتند. شورای علمای اندونزی، بالاترین نهاد روحانی مسلمان این کشور نیز با صدور یک فتوا با فرمان مذهبی در اوایل سال جاری تمام اقداماتی را که باعث آسیب زیست محیطی و کمک به بحران آب و هوایی می شود حرام اعلام کرده است. بر اساس ارزش‌های اسلامی انسان‌ها باید برای مراقبت و حفاظت از زمین اقدام کنند، چرا که خلیفه خدا در این کره خاکی هستند. تأکید قرآن بر مسئولیت بشریت به عنوان متولیان زمین بر عهده گرفتن سرپرستی محیط زیست به عنوان وظیفه‌ای مقدس تعریف شده است. تا
تابلوهای مساجد به نمازگزاران یادآوری می‌کند که در هنگام وضوء که پیش نیاز قبل از نماز است در مصرف آب صرفه‌جویی کنند و آگاهی روزافزون در مورد صرفه‌جویی را برجسته می‌کند. علاوه بر نهاد مذهبی و مردم دیندار، وزارت آموزش و فرهنگ اندونزی نیز محیط زیست گرایی را به عنوان بخشی اساسی از تجربیات یادگیری دانش آموزان از سنین پایین دنبال می کند. از طریق توسعه برنامه درسی، مؤسسات آموزش اسلامی به ویژه مدارس شبانه روزی برای ادغام آموزش زیست محیطی و شیوه های پایدار در برنامه های خود آغاز شدند. موضوعاتی مانند زیست شناسی، جغرافیا و مطالعات دینی به گونه ای طراحی شدند که موضوعات زیست محیطی را شامل شود. از آنجایی که آسیب های زیست محیطی دیگر یک موضوع عادی نیست بلکه به یک بحران آب و هوایی تبدیل شده است، نمی توان به روش معمول به آن پرداخت. در عوض باید با روحیه مضاعف، همکاری بیشتر و اقدام مضاعف نسبت به آن اهتمام داشت. لذا این گونه اقدام ها برای این فعالان محیط زیست به نوعی جهاد زیست محیطی است. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. کشف یک کتیبه سنگی در عربستان که توسط صحابی مشهور پیامبر اسلام حکاکی شده است. سازمان دیدبان حقوق شیعه برخورد منفی با حسینیه ها در ماه محرم در برخی کشورهای عربی را محکوم کرد. و اقدامات اقلیمی ایثارگرانه، ترکیبی از اسلام و محیط زیست در اندونزی. عزیزان بیننده، از اینکه تا پایان این بخش خبری با ما همراه بودید سپاسگزاریم. شب خوش، خدا یار و نگهدارتون.